و با توجه به شرایطی که کشور از ما داره به خاطر یکی اقوام گوناگون، احزاب گوناگون، افراد با مذاهب گوناگون، با عقاید گوناگون وجود دارن، با فرهنگ های مختلف از شرق و غرب کشور تا شمال و جنوب کشور ممکنه که زمین تا آسمان فرهنگ مردم فرق بکنن. گاهی اوقات شوراهایی تشکیل شده، جمعهایی تشکیل شده برای که تصمیم گیری بکنن برای کشور در سطح کلان، ولی بینندگان عزیز میبینیم که متاسفانه این جمع ها به نتیجه مطلوب، به نتیجه که تمام مردم کشور از این نتیجه راضی باشند نرسیده. در گذشته هم این جمع ها بوده، در سالهای اخیر هم اتفاق افتاده و احتمالا در آینده هم چنین جمع های خواهد بود، ولی این که جمعی تشکیل شود که بتونه تاثیرگذار باشه، یک تصمیم درست بگیره و همه هم قناعت بکنن با تصمیم و جمع، این جمع باید چی ویژگی‌هایی داشته باشه یا افرادی که در اون جمع گرد هم میان چی خصلت‌هایی داشته باشن، چه نکاتی را رعایت بکنن؟ اجتماعی که از مردم تشکیل میشه به عنوان‌های مختلف بله. یک نمونه از کار جمعی هستن. کار جمعی چطور باید باشه؟ ما میگیم که یک مجموعه ای از فعالیت هایی که آگاهانه هستند، ما نسبت به اونها علم کافی داریم، منسجم و هماهنگ هستند، یک هدف دنبال می کنند و در او از همه مهمتر احساس مسئولیت و تعلق وجود دارد. اگر جمعی ایجاد می شه می خواهی که تصمیم بگیره برای حل یک مسئله عام و دارای شمولیت بالا، ای جمع افرادی که در او اضافه میشن باید احساس تعلق کنند. یعنی اول کاری که ما میکنیم این است که ما همه به عنوان افرادی که حق داریم در این کشور باشیم و میتونیم که مؤثر باشیم، دانش ما میتونه در خدمت این کشور باشه، تجربه ما میتونه که در خدمت مردم باشه و به رشد خود ما کمک بکنه، این حس تعلق باید در ما باشه. حس تعلق نسبت به کشور، به هم کشور است، همین که در امو جمع وقتی که ما قرار میگیریم یک هویت جمعی باید ایجاد شوه. چون ممکن است که ما وارد یک خانه میشیم، وارد یک بنا میشیم، صد نفر دور هم هستیم، اما کدام ما در یک طرف میل داریم. مثل ای است که روی ما باز هم جدا است، هدف ما یکی نیست. بر پای یک چیزی باید که هویت جمعی ایجاد شود. هویت جمعی دستوری نمیشه، با فرمان نمیشه، با انتصاب نمیشه. این احساس درونی است که شما باید در فضای جامعه ایجاد کنید. البته که مهارت ها و ترفند ها و تکنیک های هم علوم اجتماعی و علوم روانشناسی در خدمت ما قرار میدن برای کار. اما باید که خصوصا به خاطر که مردم رنج دیده هستن، احتیاج دارن که به لحاظ روحی به اونها توجه شوه و از اونها نظرخواهی شوه، اونها مهم پنداشته شوند و ما امی احساسی که برای ما مهم هستن اینها را باید که به اونها منتقل کنیم. احساس تعلق وقتی که ایجاد شد، حالا امی افرادی که وارد میشن، خود امی افراد باید که ویژگی هایی داشته باشند. وقتی که مسئله آب است، ما و شما نمیتونیم وارد او جمع تصمیم گیرنده شویم. اگر مسئله اقتصادی است، خب باز شاید ما و شما نتونستیم. شاید مسئله فرهنگی بود، ما و شما را دعوت کردن. اگر مسئله بخش سیاسی است و حاکمیتی است، شاید بسیاری ها وقتی که یک نفر است که فرض کنید که هیچ اطلاعی از جریانات سیاسی نداره، با تمام احترامی که به تجربه او شاید در زمینه مثلا مسئله آموزش ما میگذاریم، شاید نتونه که برای حل یک مسئله سیاسی نظر خوبی داشته باشه و شاید اتفاقا حضور او در جمع تصمیم گیرنده خود او ظلم باشه. خب دکتر، انمی گپی که شما میزنید مرا یاد برخی از جمعای مندازه که در کشور از ما تشکیل میشه که افراد مختلف حتی از قریجات گرده هم جمع میان و یک جمع مثلا 1000 نفره را تشکیل میدن. باز انمی جمع
افرادی هستن که هر کدام در منطقه خودشون از همه دیگه بالاتر و سرتر هستن، ولی وقتی گرد هم جمع میشن، شاید در این زمینه که شما فرمود در زمینه اقتصاد یا در زمینه سیاست یا سیاست کلان و بین المللی سررشته ندارن، نتیجه که میگیریم همه ناامیدی است، چون تصمیمی که میگیرن یک تصمیم بیهوده است که ما در گذشته هم دیدیم، خدای نکرده ممکن که در آینده هم چنین چیزی ببینیم. یعنی به صرف بزرگ بودن یک نفر در یک منطقه در یک ناحیه این کفایت نمیکنه برای که او صلاحیتی رو داشته باشه که در او جمع تصمیم گیری قرار بگیره. ویژگی که ما بگیم یست که امو فرد باید مؤمن باشه. کسی که مؤمن است اگر تخصص یک کار نداره نمیپذیره.